رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید، سلام وقتتون خانم. بخیر. خواهشم بفرمایید. آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم. یه مشکلی که داشتم، 36 سالمه، با یه آقای در ارتباط هستم که ایشون 46 سالشونه، 10 سال از من بزرگترن. من یه بک‌گراندی بگم، یه خواهر کوچیکتر از خودم دارم که 1 سال کوچیکتر از خودم است. ایشون هم کانادا زندگی میکنن. بعد من حدود 13 سال خارج از ایرانم، البته 2.5 سال که اومدم این کشور. بعد الان با این آقایی که در ارتباط هستن، ایشون اهل اینجا نیستن، از یک کشور دیگه، منتها 22 سال که تو این کشورم و سیتیزن این کشورم هستن. نه، از کشور اروپایی یعنی کشور... نه سب کنید، از کشور اروپایی جانم. از کجایی هستن ایشون؟ ریشن. نه، از یک مصر هستن. مصری هستن، منطقه اروپا زندگی کردن. فرزندش چندم هستن؟ ایشون فرزند اول از یه خانواده پر جمعیت، 7 تا بچه. من میگید هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ من فوق لیسانس بایوتکنولوژی میخونم الان، البته یه فوق لیسانس دیگه هم داشتم در یه کشور دیگه. بعد الان برای دکترا میخوام اقدام بکنم. ایشون توی کار اینترپرتر هستند و توی دادگاه ها کارشون. خب نقش تحصیلات اینا رو خب آره دیگه، بنابراین ایشون فقط مترجم هستن. ولی اونا چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟ ما البته 7 سال 8 سال پیش تو اون کشوری که زندگی میکردم قبلا ایشون رو دیده بودن و عنوان دوست همین سوشال میدیا دوست شده بودیم. بعد دیگه ارتباطمون قطع شد. بعد من اومدم اینجا، تماس گرفتم که من اینجام، دوباره با هم صحبت کردیم. الان 2.5 سال که هم دیگه رو میشناسیم به صورت صمیمی. یعنی خب به من بگید که ایشون تو زندگیشون ازدواجی بوده، کسی بوده؟ بله، همین الان مشکل ما همینه. ایشون قبلا 23 سال پیش که اومدن این کشور ازدواج کردن، بعد جدا شدن از خانمشون، بچه ای هم ندارن. بعد سال جدا شدن، علتشون هم بخاطر کارشون جدا شدن. خانمشون چون تک فرزند بودن، با پدر مادرشون زندگی میکردن، طبقه دوم اینا بودن، طبقه پایین پدر مادرشون. و چون تک فرزند بودن، با مسافرت هایی که ایشون داشتن خوششون، یعنی مخالفت کردن و جدا شدن، سپریت شدن. مشکلی که الان من دارم، البته یه بک‌گراندی هم از خودم بگم، که من وقتی که 18 سالم بود، بعد کنکورم متاسفانه بیماری انورکسیا و بولمیا پیدا کردم به خاطر استرس و اینا، و تا الان هم حتی قرص فلکسیتین 20 و لاموبیوزین 100 مصرف میکنم. آیا هنوز همچون مشکلی دارید؟ همچون مشکلی دارید؟ نه، خدا رو شکر نه. یعنی حالت نه، وزنتون فقط داشتم. وزنتون وزن مناسبیه؟ وزن نرماله. نه، وزن مناسبیه و میخورم نرمال همین چیز. اوکی. ولی خب یه مدتی حتی بعد 2.5 سال که این مشکل رو داشتم قبول نمی کردم برم پیش روانپزشک، و بعد اون هم تا این مدت ها اصلا هی احساس می کردم که هنوز این مشکل رو دارم، چیزای درست حسابی نمی خوردم، ولی الان دیگه مشکل ندارم. خب می دونید که ریشه اصلی و اساسیش تب کنید، استراب و استرس، ریشه اصلی اساسیش دو چیزه: فرار از واقعیت و دوم خشم و عصبانیت از موضوعی اساسی زندگی، یعنی بیشتر به اونجا مرتبط. ولی اون از اون بیاد بگذاریم. بعدم احتمالاً تثبیت دهانی، یعنی اورال فیکسیشنی که داشتی. شما میدونید چه مدتی از مادر شیر خوردید؟ فقط 4 ماه، برای اینکه خواهر کوچیک‌تر من درست 1 سال بعد به دنیا اومده و من نتونستم شیر بخورم. 3 ماه. یه سال بعد. خب این یعنی مادر حامله شد. درست 1 سال بعد ایشون بله درست 1 سال بعد خواهرم. خب اینم همونم یه ذره مشکل ایتینگ دیسوردر شما یا اختلال در خورد و خوراکتون هم از همونجا میاد. حالا اون یه مقدارم مادر منم یک مقدار خیلی حالت کنترلگری داشت رو من، این باعث شده بود که اصلا همه چی بر کنترل میشد و همه چیز
تحت کنترل بود، به خاطر همینم احتمال میدم که اینم باشه. خب همین که میخواستم حتی از ایران، بله دلایلی که میخواستم از ایران خارج بشم به خاطر مادرم هم بود. دوستشون دارم، ایشون هم منو خیلی دوست داره، ولی از همین دوست داشتن زیاد باعث شده. البته دوست داشتن زیاد باعث نمیشه استراب و نگرانی و کنترل و مالکیت مسئله است. حالا بریم سراغ موضوعی که با این آقا دارید. موضوع مسئله چه هست؟ الان موضوعی که من دارم اینو گفتم که بدونی که منم خودم یه مقدار استرسی هم و این مشکلاتو دارم، ولی من وقتی با ایشون آشنا شدم من نمیدونستم که ایشون قبلا یه ازدواجی داشتن. بعد یک ماه که ما با هم آشنا شدیم ایشون به من گفتن که قبلا یه ازدواجی داشتن و با اینکه از ایشون جدا شدم ولی هنوز طبقه دوم زندگی میکنن تنهایی، یعنی پدر مادر و خانومشون طبقه پایینه. نه نفهمیدم. نه پدر و مادر سب کنیم یه ذره سب کنیم. پدر و مادرشون و خانمشون طبقه پایینن یعنی چی؟ یعنی با پدر مادرشون زندگی میکنن؟ یعنی با پدر و مادر کی زندگی میکنن؟ پدر و مادر خانومشون. بنابراین دختر خانومی که همسر ایشون بودن که در طبقه دوم بودن بعد از طلاق اومدن طبقه اول، ولی این آقا بل. همچنان در همون طبقه دوم مونده. چه مدتی است جدا شدن؟ بله. چه مدتی است جدا شدن؟ 12 سال جدا. 12 سال جدا شدن ولی این خانم هنوز هم اونجاست؟ الان یه توضیح کوچولو بدم. خانم ایشون الان فوت شدن به خاطر سرطان. چه مدت قبل فوت شده؟ یه ذره پیچیده. نه پیچیده نیست از این اطلاعاته. دو ساله پیش. اوکی. خب بینشون چی بوده؟ چرا ایشون بعد از این که از همسرشون میشه ذره صبر کنید؟ من علت رو نمیخوام. سوال من این است که چرا بعد از جدایی همچنان این همه مدت اونجا موندند و نرفتن یک خونه ای دیگه بگیرن؟ حالا دوبار از اون خونه رفتن بیرون، ولی پدر و خانم سابقشون اومده و برش گردونده، گفته تو مثل پسر مایی، اینجوری که به من گفتن. شما میدونید که این روابط فقط بیمارگونه است. یه زن و مردی با هم ازدواج کنن، زن و مرد طبقه بالا باشن، مادر و پدر اون خانم طبقه اول باشه، آدم ها جدا بشن، بعد این آقا بره، بعد پدر بره بگه برگرد تو مثل پسر ما، حال تو خوبه شما؟ بله. خب اینا معلومه این آدم صبر کنه. نه معلومه که این آدم یه ویژگی روانی و یه باورها و اعتقادات خاصی داره، علاوه شما یه ایرانی در اروپا با یه کسی که تو اروپا است ولی سابقش مال یه کشور دیگه است چیکار دارید؟ این همه تفاوت رو چجوری میخواید حل کنید شما؟ میتونم فقط خب حالا بیاد ببینم سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟ خیلی کریم میکنه، مهربونه، بعد دوستم داره، خیلی اصلا خصیص هم نیست خدا رو شکر. خب حالا سه تا عیب ایشون چیه؟ سه تا عیب ایشون یکیش همینه که هنوز نمیتونه، البته خودش گفته میخواد جدا بشه، و یکی هم این که از کجا جدا شد؟ همسر سابقشون که اون هم مدت از طلاق گرفتن بعد مرده، از چی جدا بشه؟ همون دیگه، مشکل من همینه. هنوز میگه پدر مادر ایشون چون سنشون خیلی بالاست و به عنوان پدر و مادر من اینجا بودن، الان تو این شرایط من نمیتونم تنهاشون بذارم چون پدرشون عمل قلب داشتن. بعد و مشکلی که من الان با ایشون دارم اینه که هر از گاهی مثلا یادگاری های از خانم سابقشون هنوز توی ماشین هست، کش سر رو نمیدونم آمبرلا و این حرف، و این منو ناراحت میکنه. من نمیدونم خانم عزیز شما توی کشور اروپایی هستید، یک کسی با زنی که داشته طلاق گرفته جدا شده رفته نسبت به پدر مادر اون زن احساس مسئولیت میکنه که چون اونا سنن باید برای اونا یه کاری بکنه. من نفهم یعنی چی؟ کجا در اروپا همچی چیزیه؟
خب شما با یه آدم کیرینگشونی، ایشون کیرینگ نه صبر، ایشون کیرینگی که شما میگید نیست، یه آدم مهرطلب در حقیقت وابسته گیر و گرفتاره. توی خانواده بزرگم متولد شده، بعدم اومده اروپا زندگی کرده، هیچ نه به هیچ جا تعلق نداره. حالا قرار شد راجب سه تا چیز بد ایشون غیر از ماجرای اون رابطه، اون که ویژگی روانی نیست، ویژگی روانی ایشون که شما دوست نداری، عصبانی زود میشن، زود عصبانی میشن. حالا پس مهربون نیستن عزیز من. من که نمیتونم هم مهربون باشم هم عصبانی. من آدمی باشم که خشمگین، از دست دیگران ناراحت شم. صبر کنید عزیزم، انتظار دارم، توقع دارم. آدم مهربون آدمی است که محبت و مهربونی میکنه. کجا ایشون مهربونیه؟ ایشون عصبانی میشن، آدم عصبانی که به درد نمیخوره. آخه عصبانیتش با من نیست، البته اینم توضیحه، ولی عصبانیت با من نیست، سر کارشون همیشه تلفنی با کلاینتشون خیلی عصبانی هم. با من کاری نداره ولی با دیگران عصبانی. ممکنه من توضیح بدید؟ یه دختر خانمی که یه فوق لیسانس داره، فوق لیسانس دوم داره، میخواد بره دکترا هم بگیره، با یه کسی که تحصیلاتی نداره چیکار میکنه؟ نمیتونم خودم هم نمیتونم گیر کردم، به خاطر همین تماس گرفتم که شاید میخواید هیچی شما بی خود شما هیچی همچین رابطه ای درست حتما نیست. من که اول عرض کردم شما یه ایرانی تو اروپا با یه کسی از یه کشور دیگه چی کار دارید؟ اونم این ویژگی رو از دارم، تفاوت های فرهنگی همینه. من یه باورهایی داریم، ارزشهایی داریم، اعتقاداتی داریم که برای دیگران قابل قبول و فهم نیست. خب همینجاست که آدم ها در چارچوب فرهنگی خودشون که ازدواج کنن، اگر به همون خورده فرهنگ جامعه خودشون تعلق داشت باشن، معمولا این مسائل و مشکلات رو ندارن. به علاوه تفاوت شما سنیتون حالا اونقدر مسئله نیست، اما تحصیلاتتون با هم نمیخونه، بعدم سابقه ایشون با اون رابطه و خانواده مسئله هست، بعدم حالا قصه مواظبت و مراقبت از پدر و مادر اون یه جایی، ولی این تیکه که نشانه های همسر سابقش هنوز تو زندگیش هست مثلا است، یه دفعه میشه همه رو ریخت تو، بعد همه رو بذاریم کنارشون، آدم عصبانیه. منم همیشه عرض کردم اگر با یه آدمی رفتید بیرون دید یا عصبانیه یا شکاک و مظنون و سوء زن هست، بگید خدافظ برید، نمونید تا آخر اون وقت. شما رو بعد از دو سال و نیم آمدید یک کسی با این همه مسائل مشکلات عصبانیت هم روش اضافه میکنید، بعد با یه جمله که به نظر من اصلا کودکانه است که کیرینگه، بعدم منو دوست داره. خب یعنی چی؟ یعنی من اصلا لیاقت و ارزش ندارم، این چون نفهمه منو دوست داره. بنابراین من یه کسی دیگه ای که اینقدر منو دوست داشته باشه پیدا نمیکنم. ملاک ما اینه، مهم نیست که من تو رو دوست دارم، نه اینکه تو منو دوست داری. خب تو دوست داری داشته باش، اون ترجیح توه و خواسته توه، خواسته من که نیست. و شما اگر میگید لطف کردی تلفن کردید، من همه چیزشو خراب میبینم. حالا برم توی خانواده شلوغ با یه چنین سابقه ای، بعدم شما فرض کنید یه روزی دلتون خواست برید ایران زندگی کنید، خب ایشون که نمیتونه بیاد. یعنی شما خودتون رو از یه موضوع میگید نمیدونم، همه رو میدونید عزیزم، شما میدونید، ولی چرا مشکل من فکر کنم اعتماد به نفس منه یا سلف استیم منه، برای اینکه حالا خب حالا خب اینا که اینا درست مثل اینه که مثل اینکه که من شما برگردم بگم اینا برمیگره به اینکه دستم شکسته. خب خیلی راحت آدم میره دست شکسته شو درست میکنه، ولی آدم به خاطر اینکه من مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس دارم که نمیاد ازدواج غلط بکنه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بعد خیلی 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 بده. این که هرگز دارم رو نزدیک بشارم، بهتر ازدواج نکنید تا ازدواج غلط و بد. حالا ای فکر با این هنوز حرف دیگری من شما میتونیم به هم بزنیم و لازمه گفتگو کنیم. بنابراین برید دنبال کارتون، یه فکری پیدا کنید، یه ایرانی که مدت هاست اروپا برای شما میتونه بهترین و مناسب ترین باشه، حداقل خیلی از این مسائل ندارید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتتون بخیر.